نام خداوند. سلام، به خبرهای افغانستان جهان خوش آمدید. سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور غنی به خونساسازی دسیسه تجزیه افغانستان به دو جغرافیای سیاسی. احتمال از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان مسلح در اوایل سال آینده میلادی. و توافق بیرون شدن مخالفان مسلح دولت سوریه از سه شهر مهمی. من ویار هستم. رئیس جمهور غنی میگوید دسیسه حلقات را خونسا ساختند که قصد داشتند افغانستان را به دو جغرافیه سیاسی تجزیه کنند. رئیس جمهور در مراسم افتتاح ساختمان جدید وزارت دفاع ملی همچنان شایعات را رد کرد که گویا به نیروهای امنیتی دستور نمیدهد. رئیس جمهور تاکید دارد که به نیروهای امنیتی یک شخص نه بلکه مسئولان نهادهای امنیتی با هماهنگی کامل این کار را انجام میدهند. محمد اشرفانی رئیس جمهور افغانستان بر روز دوشنبه در مراسم افتتاح ساختمان جدید وزارت دفاع ملی شایعات را رد کرد که گویا به نیروهای امنیتی اجازه عملیات داده نمی شود. رئیس جمهور غنی میگوید به نیروهای امنیتی یک شخص اجازه عملیات نمی دهد، بلکه این کار توسط مقامات امنیتی حکومت به پیش برده می شود. اوازی وزی چه چات د عملیات اجازه نست. دا څنګه اجازه نسته چې لس میاشتې کېږي یا د اقل چې هره ورځ موږ پنځلس ځایو کې عملیات لرو؟ آیا ای با منطق سازگار است؟ رئیس جمهور غنی میگوید دسیسه های مخالفان را که میخواستند افغانستان را به دو جغرافیه سیاسی تقسیم نماید خونسا نموده است. تمام کوشش های دشمن از خاطر از اینکه دو جغرافیای سیاسی در افغانستان ایجاد شود ناکام شده. اما بعض اوقات خبرهای غلط، تبصرهای مضر، تبصرهایی که به اساس واقعیت ها استوار نباشه موجب ازیم میشه که سوال ایجاد شود. آقای غنی از مردم خواست که از نیروهای افغان حمایت نماید و در تامین امنیت کشور خود سهم بگیرند. در این حال معصوم سانگزه سرپرست وزارت دفاع ملی میگوید نیروهای افغان در مبارزه با تروریسم با حمایت منطقوی و بین المللی نیاز دارد. ما امروز در یک مبارزه سراسری با تروریسم بین المللی قرار داریم. در این مبارزه بین المللی کمک دنیا بر ما ضرور است. کمک به خاطر از اینکه تروریسم مرزها را نمیشناسند، به تنهایی هیچ کشور نمیتونه که در این مبارزه کامیاب و موفق شوند. از او خاطر هم همکاری منطقوی، هم همکاری بین المللی و هم وحدت و همبستگی مردم افغانستان در موفقیت از این مبارزه نقش عمده و اساسی را دارند. مقامات افغان میگه تیاره هایی که امریکا به آنان داده است در آینده نزدیک به کابل خواهند رسید. این اظهارات در مراسم افتتاح تعمیر جدید وزارت دفاع ملی بیان گردید. این ساختمان به ارزش 200 میلیون دلار کمک امریکا در 5 منزل اعمار گردیده است. این ساختمان با تکنولوژی عصر جدید مجهز است. حکومت افغانستان در اوایل سال 2016 میلادی گفتگوهای صلح با طالبان مسلح را از سر میگیرد. مقام های حکومت کابل میگویند با آنکه در سفر اخیر راحیل شریف لویدرستیز پاکستان به کابل توافق صورت گرفته که در آینده نزدیک مذاکرات صلح با طالبان آغاز میگردد، اما طالبان در این مورد اظهار بیخبری میکنند. سفر هیئت پاکستانی به رهبری راحیل شریف از رسانه ها مخفی بود، اما راحیل شریف با مقامات افغان توافق نموده که در آینده نزدیک گفتگوهای صلح با طالبان آغاز خواهد شد. در خبرنامه ای که از سوی اردوی پاکستان به نشر رسید آمده است که گفتگوهای پروسه صلح افغانستان در اوایل جنوری سال 2016 میلادی آغاز خواهد شد. با آنکه منبع در مورد مکان دقیق برگزاری این گفتگوها چیزی نگفته است، اما سفر اخیر هیئت پاکستانی به کابل را مؤثر دانسته است. اعضای ولسی جرگه در مورد سفر اخیر راحیل شریف نظرهای مختلف دارند. مسالیه
با گروه های مخالف همکاری نکند، ما دیگه پاکستان نه به عنوان دوست، نه به عنوان برادر، نه به عنوان همسایه میشناسیم. این آخرین چانس است که برای حکومت پاکستان داده شده تا همو نیت و به اصطلاح صداقت خود با مردم افغانستان نشان بده. امیدوار هستم خانه ملت برای نخستین بار با تعقل، با دوراندیشی، همچنان که در نص صریح قانون اساسی آمده است، منافع ملت افغانستان را صرفا در نظر بگیرند و با یک اجماع ملی در ارتباط با تأمین صلح پایدار در افغانستان همراه حکومت وحدت ملی. با وجود این خوشبینی ها، طالبان که طرف اصلی این گفتگوها به شمار می رود، در این مورد بیخبری نشان دادند. یک سخنگوی طالبان از جای نامعلوم در یک تماس تلفنی به تلویزیون شمشاد گفته است طالبان در مورد تحولات اخیر در پیوند به پروسه صلح نظر ندارد. شماری از اعضای ولسی جرگه تاکید میکنند که به خاطر پروسه صلح باید از تمام امکانات استفاده صورت گیرد. رقابت سربریدن ها میان قیام کنندگان بر ضد داعش و گروه داعش در ننگرهار بر رسم انتقام گیری قومی مبدل خواهد شد. نگرانی ها این است که استخبارات منطقه برای سرکوب شینباری ها قام مومند و خوگیانی این رقابت را آغاز کردند. دیدگاه های نمایندگان مردم ننگرهار در ولسی جرگه نیز در این باره متفاوت هستند. برخی ها در این باره نگرانی دارند، اما عده‌ای هستند که ابراز نظر نمی کنند. در همین حال ظاهر قدیر معاون ولسی جرگه در مورد حمایت کنندگان داعش تازه اسناد را به جرگه ارائه کرد. پس از آشکار شدن داعش در افغانستان روز گذشته در ننگرهار سرهای شمار از آنان بریده و در سرک گذاشته شد. افرادی که جنگجویان داعش را سر بریدند این اقدام را در گرفتن انتقام گیری مردم خوانده، اما نتیجه آن پر از هراس است. سران قوم شنواری که همواره از داعش شکایت داشتند پاسخ سربریدن ها را به بریدن سر را حل نمی دانند. آنان نگران هستند که انتقام گیری قومی به شکل جدید آغاز نشود. دغه کار چې ده که قومی پاسون کوونکو کړایم ښه کار نه دی او که داعش کړایم ښه کار نه دی. دغه خلک به بیا راپاسي، مثال یو به بل وژني او بل به بل وژني. په ولس کې به دغه ستونزې دومره بې حده زیاتې شي چې تر دې حد ته به ورسېږي چې یو دښمن به راپاسي بل دښمن به وژني چې دا پاسون کوونکي ووژل، بل برای پاسی چی داد دایش و ازل. با باور این بزرگان قومی استخبارات منطقه برای سرکوب شینواری ها، مومند ها و خوگیانی ها این دسیسه را آغاز کردند. حادثه روز گذشته به مثال بود که به همین سبب یکی آن را تایید و دیگر برد آن علاقمند نیست. البته ولسی خلقو دا خو جذبه که راغلی سرونه پرکلی، ولی فکر کوم چې افشیله شوی وی خو یو طریقه سره دا کار شوی و خو اوس یې د ولس او د خلکو کار دی هغې کې چې هغې خلکو نه سرونه غوڅ کړي او دوی نه هم سرونه غوڅ کړي، لیکن موږ څه تفصیل نشو ورکولی. معاونه اول ولسی جرګه و قیام کنندگان بر ضد داعش در ننګرهار اسناد را به ولسی جرګه ارائه کرد که گفته های وی را ثابت می سازد. وی می گوید این اسنادی است که به قول اردوی 201 فرستاده بود. او می افزاید در این اسناد حکومت بر این اعتراف کرده که به رهبری منگلباغ اعضای لشکر اسلام از قبل کارت‌های مخصوص توزیع نماید، اما اکنون 90% با داعش یکجا شدند. اولسوالی چین در اسنای درگیری از طرف قطعات قولی اردوی 201 سیلاب کشته شده بودند. کارت‌هایی که از طرف دولت افغانستان برایشان توزیع گردیده در جیب‌هایشان موجود بود. این سند نیست؟ از این دیگه سند بالا می خواهیم؟ روز گذشته در ولسوالی اچین 4 سربریده شده به نمایش گذاشته شده بود که قیام کنندگان آن را جنگجویان داعش می خوانند. در پی حمله انتحاری صبح دیروز در نزدیکی میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی 14 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. قماندان امنیه کابل می گوید 3 زن شامل زخمی ها هستند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح بر عهده گرفته و ادعا نمودند که در این حمله نیروهای خارجی و قرارداد کنندگان ملکی آنان کشته شدند. کابل به روز دوشنبه یک بار دیگر شاهد حمله انتحاری بود. این حمله در نزدیکی میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی روبروی ریاست هواشناسی توسط یک موتر مملو از مواد منفجره صورت گرفته است. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه کابل میگوید در این حمله 14 فرد ملکی کشته و زخمی گردیدند. در نتیجه از این انفجار یک نفر از هموطنان ما شهید شده
و 13 نفر زخمی شده که جراحت یک تعدادش خیلی سطحی است که به اساس شیشه هستند. دیگه کدام تلفات نداره. شاهدان عینی میگویند که در این حادثه با مردم خسارات زیاد مالی نیز وارد گردیدند. نوزه خارجی موتر رو مرسدس که در پیلوتان ول چه وقتی در موتر راغی نو یاد په انفجار شو چې انفجار شو تقریبا دلته د مجلس تر څنګ سچ مدرسې کې شاګردان ول دام سه زخمی تقریبا شاوخوا 50 نفر زخمیان ول شیشه شکسته ورسیای ما شکسته اولادکام یکایش که شیشه شد چای ما یکی خاک شد تمام خانه را یک دود زرد گرفت که ما خود گم کردیم. مصروف درس و تدریس بودیم که ناگهان انفجار صورت گرفت. انفجار به مجرد که صورت میگیره تا یکدم امو شیشه ها چره داخل مسجد آمده و کل شیشه های مسجد بالای شاگردان ما ریختند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و ادعا کرده که به نیروهای خارجی و قرارداد کنندگان ملکی این نیروها در این حمله تلفات وارد گردیدند. این حمله در حال صورت گرفته که راحل شریف لویدرستیز اردوی پاکستان به روز یک شنبه با مقامات افغان در مورد پروسه صلح و شمار مسائل دیگر صحبت کرده است. اعضای ولسی جرگه به 6 عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی با یک عضو ستره محکمه رأی اعتماد دادند. اما این جرگه فرمان رئیس جمهور در مورد سرپرستی را رد کرد و همچنان در قانون اصول داخلی ولسی جرگه نیست یک سلسله تعدیلات به میان آورد. 6 عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و یک عضو ستره محکمه برنامه‌های خود را به روز دوشنبه به ولسی جرگه ارائه کردند و بعد از آن برای آنان صندوق‌های رأی گذاشته شد. قاسم هاشمزی، غزال حارس، عبدالله شفاهی، سید ابوبکر متقی، عبدالرؤوف هیروی و محمد عارف حافظ بایست اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و عبدالعصی بهدی بایست عضو شورای عالی ستره محکمه به خاطر گرفتن رأی به ولسی جرگه معرفی گردیده بودند. پیش از اینکه رأی بدین یک یک بگوین که دوام کاری از این مشروع میدونین یا نه که بعد باز که رفتین ما سوالتون گپتون تبصرتون قبول ندارم. ما مشروع هستیم یا نیستیم؟ یک یکی بگوین نمی گپ خلاص. پیش از وقت توضیح دادنش ما فکر میکنم که هم به یا صدمه میزنه و هم به ولسی جرگه صدمه میزنه. تا آمدن نماینده های منتخب اینمی خانه ملت مشروعیت عام و تام خود در مطابقت به قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان دارد. اعضای ولسی جرگه به تمام آنان رأی اعتماد دادند و از آنها خواستند که وظایفشان را به صداقت و ایمانداری انجام دهند. فرمان تقنینی شماره 70 در رابطه به ایجاد فقره دوم قانون تنظیم سرپرستی وزارت ها و ادارات دولتی که 3 ارگان امنیتی را از مرحله سرپرستی استثناء قرار داده است. موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ. به خاطر که ما و شما تصویب قبلی ولسی جرگه سرپرستی میادش 2 ماه بود. استثناء وجود نداره. ارگانهای امنیتی با سایر وزارتخانه کلگش در برابر خانه ملت مسئول است. در این حال ولسی جرگه فرمان تقنی رئیس جمهور در مورد قانون سرپرستی را رد کرد. در این فرمان گفته شده بود که سکتور امنیتی باید از مدت تعیین شده در قانون اساسی برای سرپرستی مستثنا باشد. رئیس ولسی جرگه یک بار دیگر از رئیس جمهور خواست که هر چه زودتر کاندید وزارت دفاع ملی را به این جرگه معرفی نماید. به این قائله سرپرستی وزارت دفاع نقطه پایان بگذارد. هر چه عاجل وزیر مورد نظر خود به خاطر کسب رأی اعتماد به خانه ملت به معرفی بگیره که حکومت قانونمند شود و همچنان رئیس امنیتش. ولسی جرگه تا اکنون 9 فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی را رد کرده است. اعضای این جرگه در 32 مورد قانون اصول داخلی ولسی جرگه تعطیلات به وجود آوردند. بر اساس این تعطیلات تعداد کمیسیون های ولسی جرگه از 18 به 15 کمیسیون کاهش می یابد. پلیس افغانستان در عوض کلاشینکوف به سلاح پیشرفته M16 مجهز خواهد شد. وزارت امور داخله میگوید این سلاح‌ها در آینده نزدیک به پلیس ملی توزیع می‌شود. مسئولان همچنان می‌پذیرند که هزاران پلیس هنوزم غیر مسلکی هستند و علت افزایش تلفات غیر نظامیان بی‌احتیاطی پلیس است. در ادامه خبرهای جهان لحظات بعد با شمشاد باشید.
به خبرهای جهان خوش آمدید. نیروهای حکومت عراق یک مرکز مهم نظامی را در شهر رامادی از گروه داعش دوباره گرفتند. سخنگوی اردوی عراق میگوید این مرکز نظامی اکنون به طور کامل تحت کنترل نیروهای حکومتی قرار دارد. عملیات نظامیان عراقی به هدف تصرف شهر رامادی از چندی به این سوی ادامه دارد. نیروهای حکومتی عراق یک مرکز مهم نظامی را در شهر رامادی از گروه داعش پس گرفته است. جنگجویان داعش از چند مدت به این طرف از این مرکز نظامی فعالیت‌های مسلحانه انجام می‌دادند. سخنگوی اردوی عراق گفته است اکنون این مرکز نظامی به طور کامل تحت کنترل نیروهای حکومتی قرار دارد. نیروهای حکومت عراق عملیات خود را از چند پیش به خاطر گرفتن دوباره شهر رمادی از گروه داعش آغاز نموده است که در این اواخر پیشرفت‌های قابل ملاحظه در تصرف این شهر نموده است. بر اساس گزارش‌ها این یک مرکز مهم گروه داعش در ولایت انبار بود. در جنگ شهر رمادی نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا نیز به حمایت نیروهای حکومتی عراق بالای گروه داعش حملات انجام می‌دهند. مقامات حکومتی عراق میگویند نیروهای امنیتی این کشور اکنون به گرفتن شهر رمادی نزدیک شدند. مخالفان حکومت سوریه از سه شهر مهم این کشور بیرون می‌شوند. این جنگجویان پس از توافق با حکومت سوریه از ولایت زبادانی نزدیکی سرحد لبنان و دو شهر ولایت ادلیب بیرون خواهند شد. جنگجویان مخالف با حکومت سوریه توافق کردند که از سه شهر این کشور بیرون می شوند. بر اساس این توافق، جنگجویان مسلح از شهر زبادانی در نزدیکی سرحد لبنان بیرون می شوند. این شهر از چند ماه بدین سو از سوی نیروهای حکومتی در محاصره بود. در این توافقنامه همچنان آمده است که در دو شهر ولایت ادلیب که حدود 300 خانواده در نتیجه جنگ ها گیر ماندند و جای دیگر انتقال داده شوند. پیش از این نیز مخالفان سوریه به نیروهای حکومتی روی رها کردن بعض مناطق توافق کرده بودند. به میانجیگری سازمان ملل متحد در این توافقنامه همچنان گفته شده در آینده نزدیک حدود 4000 جنگجو و خانواده های آنان از بعض مناطق بیرون خواهند شد. قابل ذکر است که در این اواخر سازمان ملل متحد برای خاتمه خشونت ها در سوریه تلاش ها را آغاز کرده است. قرار است دور بعدی گفتگوها در مورد صلح سوریه به تاریخ 25 جنوری آغاز شود. پایان خبرها. شاد باشید. خداوند نگهدار.